یکی از راه‌های حسن خاتمه دعاست. این است که بندگان مستمر دعا کنند که خداوند عاقبت آنها را نیک گرداند. همه ی گذشتگانمان پیوسته این دعا را می‌خواندند. هنگام سجده دعا می‌کردند. در حج، در عرفه، در حال طواف و آخر شبها دعا می‌کردند. خداوند عاقبت به خیرمان کن و مرگ را بر ما آسان بگردان. از راه‌های عاقبت به خیری دوری از ظلم و ستم به مردم است. دوری، این که به کی ظلم کردی؟ این گونه نباشی که اگر در میان مردم راه بروی آن را زده باشی و به این یکی دشنام داده باشی و آن یکی را فریب داده باشی، این یکی را گول زده باشی و مال آن را بالا کشیده باشی. نه، باید وقتی در میان مردم راه میروی حق هیچ کس به گردنت نباشد. این یکی از بهترین راه‌های عاقبت به خیری است، این که ابداً حق هیچ احد و ناسی به گردنت نباشد. در روز قیامت سه پرونده وجود دارد، سه دسته اعمال هم وجود دارد. یکی از اعمالی که ابداً خداوند نمیبخشد شرک به خداوند است. کسی که به خداوند شرک بورزد خداوند به هیچ وجه او را نمیبخشد. یک عملی هم هست که فقط بین بنده است و خدای خودش و آن هم ظلم انسان به خودش است. کوتاهی در نماز، کوتاهی در زکات، کوتاهی در حج که روزش را بدون عذر بشکند. و عملی هم هست که خداوند در بین مردم قضاوت می کند و آن حقوق بندگان است. حقوق بندگان. از راه‌های عاقبت به خیری این است که شب هنگام وقتی که در حال خواب هستی به یادت نیاید که فروشنده ای از تو پولی طلب دارد، یا اینکه به صاحب مغازه‌ای بدهکاری، یا به همسرت ظلم کردی، یا ناخودآگاه و ناخواسته بین فرزندانت فرق گذاشته ای. نه، این که هیچ ظلمی نکرده باشی ابدا، که مردم علیه تو بد دعایی کنند، شاید هنگام مرگ فریاد بزنی. پس به کسی ظلم نکنید، مال کسی را نخورید. اگر پایان خوشی را میخواهید مال کسی را نخورید. به کسی تجاوز نکنید، به هیچ کس ظلم نکنید، حق کسی را نخورید. طوری زندگی کن که جیبت، مالت و شرفت سالم باشد و وقتی در حضور مردم صحبت میکنی دهانت سالم باشد. از دیگر علائم حسن خاتمه این است که فرد دوست داشته باشد خداوند را ملاقات کند. فرائض و نمازهایش را به جای بیاورد. همانطور که گذشتگان به خواندن نمازها اهمیت زیادی می‌دادند، زیرا می‌دانستند نماز اولین عملی است که پس از مرگ با خود به لقای خداوند متعال می‌برند.